به نام خداوند بخشنده و مهربان و با تقدیم سلام به یک از دیگر ویدیوهای چینل جنرال پلاس خوش آمدید. در حمله طالبان در غور 7 نیروهای دولتی کشته شدند. مقام های امنیتی غور تایید می کنند که در حمله طالبان بر پارسگاه نیروهای دولتی در ولسوالی پسابند این ولایت 7 نیروهای دولتی کشته و یک تن دیگر زخمی شدند. آجی فخرالدین فرمانده پلیس ولسوالی پسابند به خبرگزاری افاق گفت که این رویداد شب گذشته جمعه 23 جوزا در منطقه آبگک ولسوالی رخ داده است. او افزود که تا اکنون از تلفات طالبان گزارش در دست نیست. به گفته او طالبان در این اواخر بر دامنه حملاتشان در غور افزودند. گروه طالبان در مورد حمله بر بازگاه نیروهای دولتی در ولسوالی پسابند ابراز نظری نکردند. طالبان در بخشهای از ولایت غور حضور گسترده و فعال دارند. کشته شدن نامزد پیشین انتخابات پارلمانی با 8 نفر دیگر در خوست. منابع امنیتی در ولایت خوست در گفتگو با خبرگزاری افق تایید کردند که در عبدالولی اخلاص نامزد پیشین مجلس نمایندگان با 8 نفر دیگر در حمله مسلحانه کشته شده است. عادل ایدری سخنگوی فرماندهی پلیس خوست به افق گفت که شب گذشته جمعه 23 جوزا حوالی ساعت 9 آقای اخلاص با محافظانش در مربوطات ولسوالی علی شیر با کمین مسلحانه مواجه شدند. به گفته او در این حمله عبدالولی اخلاص با 8 نفر از محافظانش کشته شدند. سخنگوی پلیس خوست افزود که بر اساس اطلاعات ابتدایی انگیزه رویداد دشمنی شخصی بوده است. او همچنان علاوه کرد که برای بررسی این رویداد هیئت فرستاده شده است. پلیس تخار از کشته شدن 15 طالب در ولسوالی فرخار خبر داد. پلیس تخار میگوید که 15 نفر از جنگجویان گروه طالبان هنگامی که میخواستند از مردم باجگیری جمع‌آوری کنند در نتیجه درگیری با پلیس کشته شدند. فرمانده پلیس تخار روز جمعه 23 جوزا با نشر خبرنامه اعلام کرد که یک گروه از جنگجویان طالبان شب گذشته وارد روستای مشتاق ولسوالی فرخار شده بودند و میخواستند که با جمع‌آوری پول از مردم برایشان پایگاه بسازند. طبق اعلام پلیس تخار، نیروهای امنیتی به رهبری سید میراد سادات فرمانده پلیس تخار با اطلاع از این موضوع به ساحه رفتند و مانع گروه طالبان شدند. پلیس تخار گفته است که با رسیدن نیروهای امنیتی جنگجویان گروه طالبان درگیری را آغاز کردند که در نتیجه آن 15 طالب کشته و 5 طالب دیگر زخمی شدند. بر اساس معلومات پلیس تخار 6 نفر از اعضای گروه طالبان بازداشت شده و شمار نیز از ساحه به کوههای اطراف متواری شدند. پلیس تخار گفته است که در این عملیات نیروهای قطعات پلیس ملی، قطعات خاص ولایتی، قطعه 999 پلیس و نیروهای خیزش مردمی سهم داشتند. در خبرنامه پلیس تخار گفته شده است که در روستای مشتاق اکنون از حدود گروه طالبان پاکسازی شده و تلاشی از محلات و منازل مشکوک ادامه دارد. گروه طالبان تا اکنون در این مورد چیزی نگفته است. فرخار از ولسوالی های کوهستانی تخار است که در 50 کیلومتری شهر طالقان واقع شده است. حامد کرزی از آمادگی طالبان برای آغاز مذاکرات بین الافغانی استقبال کرد. حامد کرزی رئیس جمهور پیشین از آمادگی طالبان برای آغاز مذاکرات بین الافغانی استقبال کرده و گفته است که این یک گام مثبت برای تأمین صلح در افغانستان است. آقای کرزی شب گذشته جمعه 23 جوزا در صفحه تویتر خود نگاشته است: من از اعلامیه طالبان در مورد آزادی زندانیان و ابراز آمادگی برای مذاکرات داخل افغانستان استقبال می کنم. این یک گام مثبت به سوی تأمین صلح در افغانستان است. طالبان به تازگی اعلام کردند که برای آغاز مذاکرات بین الافغانی پس از آزادی کامل 5000 زندانیشان آمادگی می گیرند. رهایی 5000 زندانی طالبان در 1000 زندانی دولت افغانستان در توافقنامه صلح میان امریکا و طالبان به شرط آغاز مذاکرات بین الافغانی است. حکومت تا اکنون 3000 زندانی گروه طالبان را از زندانهای مختلف کشور آزاد کردند. به تازگی رئیس جمهور غنی
گفته است که روند رهایی زندانیان تا آزادی 2000 زندانی دیگر طالبان ادامه می‌یابد. گفتنی است که طالبان دیروز جمعه 22 زندانی دولت را از زندان‌هایشان در ولایت‌های کاپیسا، سمنگان و پرمان آزاد کردند. بر اساس معلوماتی که تا اکنون از سوی طالبان ارائه شده، این گروه 549 زندانی دولت افغانستان را آزاد کرده است. رئیس جمهور غنی میگوید هنوز هم همه روزه 60 تا 70 افغان در نتیجه خشونت ها قربانی می شوند. محمد اشرف غنی رئیس جمهور شام روز پنجشنبه 22 جوزا از طریق یک کنفرانس ویدیویی که از سوی اینستیتوت صلح و شورای اطلاعاتی امریکا برگزار شده بود، دیدگاه دولت افغانستان را درباره صلح همگانی کرد. رئیس جمهور غنی در این کنفرانس ویدیویی گفت که دولت به رهبری او می خواهد که صلح هر چیز زودتر در افغانستان برقرار شود و از امین رو صلح را در صدد برنامه های خود قرار داده است. آقای غنی هرچند از کاهش تلفات نیروهای امریکایی و ناتو در افغانستان ابراز خرسندی کرد، اما گفت که هنوز هم همه روزه 60 تا 70 نفر قربانی خشونت می شوند. رئیس جمهور غنی تاکید کرد که باید قربانی افغان ها به صورت کامل کاهش یابد. محمد اشرف غنی خاطر نشان کرد که هیچ کس برنده جنگ نیست، اما مردم و همسایگان افغانستان از برقراری صلح در کشور بهره می برند. به گفته او افغانستان باثبات به نفع همه ماست. آقای غنی از اعلام آتش‌بس در روزهای عید به عنوان یک حرکت بزرگ یاد کرد و افزود ما می توانیم پیش برویم. با اعلام آتش‌بس رهایی 2000 زندانی را اعلام کردیم و تصمیم داریم که دیگر زندانیان را هم آزاد کنیم و تاریخ آن به زودی همگانی خواهد شد. و جانب دیگر گفت که دولت افغانستان آرزو دارد که طالبان نیز همه زندانیان نیروهای امنیتی را هر چه زودتر آزاد کنند. به باور محمد اشرف غنی حالت بشر دوستانه نیازمند کار مشترک است. اشرف غنی از عبدالله عبدالله برای پذیرش ریاست شورای عالی مصالحه ملی سپاسگزاری کرد و افزود که در حال حاضر به صورت مشترک کار میکنند و گفته او اکنون دیگر حکومت دو سره وجود ندارد. محمد اشرف غنی در مورد خروج نیروهای امریکایی از افغانستان نیز گفت که انتظار دارد تا مجلس نمایندگان امریکا هر تصمیمی را که میگیرد در روشنایی منافع این کشور باشد. او اما تاکید کرد که نیروهای امنیتی برای دفاع از افغانستان تعهد دارد و در عین حال افزود ما باید با امریکا یکجا به پیش برویم و در سطح استراتژیک برای دفع تهدیدات القاعده و داعش همکاری و هماهنگی داشته باشیم. رئیس جمهور غنی خاطر نشان کرد که بدون حرکت هماهنگ و کار مشترک و جای توافق و صلح فرصت صلح ضایع می شود. رئیس جمهور غنی همچنان با یادآوری از دیدار با نمایندگان ویژه امریکا و قطر گفت که دولتش صلح را در صدد برنامه های خود قرار داده است. او از سفر اخیر قمر جاوید رئیس ستاد ارتش پاکستان نیز ابراز خرسندی کرد و گفت که باجو در دیدار با او گفتگو کرده است که پاکستان از افغانستان استوار بر قانون اساسی که مرکز همکاری تجارت و اتصال باشد حمایت میکند. رئیس جمهور غنی خاطر نشان کرد که پاکستان و افغانستان باید رابطه نزدیک داشته باشند و نباید از خاک این دو کشور بر ضد دیگر کشورها استفاده شود. محمد اشرف غنی افزود که دیدگاه راهبردی او برای فراهمسازی زمینه برابر استفاده از شرایط برای زنان و مردان استوار است. به گفته او برای اجرای این دیدگاه با موانع و مشکل روبرو است، اما تلاش میکنند تا این موانع را بردارم. او خاطر نشان کرده تیم مذاکراتی که در اثر مشوره ایجاد شده زنان نیز عضویت دارند و همه شمول میباشد و نمایندگی از تمام افغان ها میکند. آقای غنی افزود که تا اکنون دو زن را به عنوان اعضای جدید کابینه معرفی کرده است و به زودی دو زن دیگر را نیز به عنوان عضو کابینه معرفی خواهد کرد. رئیس جمهور غنی در بخش صحبت‌های خود گفت باید اساس اقتصادی را بسازیم تا خودکفا شویم و می توانیم بر ذخایر طبیعی خود اعتکار نماییم. توانایی و سرمایه گذاری های خود را رشد دهیم. به زنان، مردان و جوانان زمینه را فراهم کنیم تا در صلح و آرامش زندگی کنند. محمد اشرف غنی گفت که افغانستان منابع سرشار طبیعی است اما هنوز فقیر است. محمد اشرف غنی گفت برای او برای استفاده از منابع طبیعی و کمک های فنی نیاز دارد و استفاده از این منابع افغانستان را به خودکفایی می رساند.
دوستان عزیز، ما منتظر انتقادات و پیشنهادات سالم شما جهت بهتر شدن این چینل می باشیم. برای ویدیوهای بیشتر چینل را دنبال و سابسکرایب نمایید.